آشنایی با فیلتر کلود، دیفرنت کلود از بخش رندر. در این ویدیو با پنجمین شاخه فیلترها یعنی رندر آشنا میشیم. فیلتری بسیار کاربردی در بخش پست پروداکشن. با استفاده از زیرمجموعه های این فیلتر میتونید یک حاله اب یا یک چراغ که همانند نور خورشید هست رو روی تصویر ایجاد کنید. این فیلتر دارای 5 زیرمجموعه است که 2 فیلتر اول مربوط به ایجاد افکت اب و سومین فیلتر ایجاد یک بافت رشته سیاه‌سفید رو میکنه که حالتی مثل حالت بافت پارچه داره و 2 فیلتر باقی مانده مربوط به تشکیل نقاط نورانیه. اولین فیلتری که باهاش توی این قسمت آشنا میشیم فیلتر کلاودز هست. این فیلتر با استفاده از رنگ پس زمینه‌ای که انتخاب کردیم یک پس زمینه رنگی همانند بافت فشرده ابر برای ما ایجاد میکنه. من توی این تصویر میخوام آسمون اون رو کمی تغییر بدم. برای استفاده از این فیلتر یک لایه جدید رو تشکیل میدم. به کادر لیرها میام و لایه بک‌گراند رو با کلیک روی قفل اون از حالت بک‌گراند خارج میکنم. ابتدا از پایین کادر لیرها Create New Layer رو انتخاب میکنم. بعد از این کار لایه تصویر رو خاموش میکنم و بعد از تولز بار فورگراند رو انتخاب میکنم. یک رنگ از توناژ رنگ آبی پررنگ رو برای کارم انتخاب میکنم. بعد از انتخاب رنگ مورد نظرم اوکی میکنم تا این رنگ انتخاب شه و بعد به تولز بار میام و گردینت تول رو انتخاب میکنم. یا به جای انتخابم از تولز بار از حرف جی استفاده میکنم تا این ابزار فعال بشه. روی این لایه جدید یک گردینت رو ایجاد میکنم. من کاملا تصویر رو آبی نکردم تا ابرهای ما سفیدی بیشتری رو داشته باشن و ترکیب رنگی اونها کمتر به توناژ آبی کشیده شه. بعد از این کار فیلتر رو به این لایه میدم. از منیو بار فیلتر رو انتخاب میکنم. از رندر کلوت رو انتخاب میکنم تا به این شکل در بیاد و حالت ابرهای یک آسمون آبی رو به خودش بگیره. بعد از اعمال فیلتر میخوام یک ماسک رو به لایه بدم. ماسک کمک میکنه تا فیلتر ما مخفی شه و هر جایی که ما بخوایم تو تصویر اعمال شه با هر درجه شدتی. به کادر لیرها میام و لایه تصویر رو روشن میکنم. از تولز بار رنگ فورگراند و بگراند رو به حالت دیفالت تغییر میدم یا به جای انتخاب اون از تولز بار از حرف دی استفاده میکنم. دوباره به کادر لیرها میام و از پایین کادر لیرها اد لیر ماسک رو انتخاب میکنم. ما برای اینکه افکتمون مخفی شه باید رنگ ماسکمون رو سیاه کنیم. من برای این کار ماسک رو انتخاب میکنم و با کلیت های ترکیبی کنترل دیلیت رنگ اون رو مشکی میکنم تا افکت ما مخفی شه. من دوباره از تولز بار رنگ فورگراند رو انتخاب میکنم. اگر ما رنگ فورگراند سفید رو انتخاب کنیم ما میتونیم این افکت رو به همون رنگی که هست هر جای این تصویر که بخوایم برش گردونیم، ولی اگر رنگ فورگراندمون توسی باشه این افکت کمی کدرتر به تصویر ما برمیگرده. من برای همین رنگ فورگراند رو توسی انتخاب میکنم و بعد اوکی میکنم. حالا میتونم هر جای این تصویر که بخوام اون افکت رو اضافه کنم. ابتدا از تولز بار ابزار براش رو انتخاب میکنم یا از حرف بی استفاده میکنم تا فعال بشه. از کادر تنظیمات میتونم سایز قلمو و هاردنس رو که مقدار سختی قلمو هست رو انتخاب کنم. بعد از تنظیم این مقادیر انتر میکنم تا کات تنظیمات بسته بشه و بعد روی کارم شروع میکنم به نقاشی کردن این افکت. من تمام آسمون رو با این افکت پر میکنم و همه این آسمون رو میپوشونم. اگه جای اشتباه کردید با کلیت های ترکیبی کنترل زد میتونید آندو کنید و اون اشتباه رو حذف کنید. و یا میتونید برای برگردوندن کارتون
از پنل هیستوری استفاده کنید. اگر پنل هیستوریتون این کنار نبود، از منیو بار، ویندوز و هیستوری میتونید اون رو فعال کنید و به عقب برگردین تا اشتباهتون رو جبران کنید. من بقیه این آسمون رو با این افکت پر میکنم و این کار رو کمی با دقت انجام میدم. مخصوصا تلاقی آسمون با درخت ها رو میتونم با کلیت های کروشی سمت چپ و راست اندازه قلموم رو تنظیم کنم و این کار رو با دقت بیشتری انجام بدم. و تلاقی این شاخه ها رو بپوشونم. من به دریاچه‌ام میام و مقدار خیلی کمی از این فیلتر رو توی دریاچه‌ام به کار میبرم تا سایه های از ابرها توی دریاچه‌ام وجود داشته باشه. من حتی برای پاک کردن این افکت میتونم رنگ فورگراند و بکگراند رو جابجا کنم و یا از حرف X استفاده کنم و با قلموی مشکی این افکت رو بپوشونم به این شکل و دیگه از پنل هیستوری استفاده نکنم. خب فکر میکنم کارم به اندازه کافی مناسب شد. من به کادر لیرها میام و مقداری اوپاسیتی هم کم میکنم تا کمی کارم وضوحش پایین تر بیاد و بعد از کادر لیرها برای اینکه قبل و بعد از کار رو ببینیم لایه فیلترم رو خاموش و روشن میکنم تا تغییراتی که دادیم بهتر دیده شه. فیلتر بعدی که در این بخش با اون آشنا میشین دیفرنس کلوتس هست. این فیلتر ابرهای فراکتالی ایجاد میکنه. فرقی هم که با فیلتر قبل داره اینه که نقش تصویر رو از بین نمیبره و رگه های مثل سنگ در کار ایجاد میکنه. دیفرنس کلوتس نوع فیلتر ابر رو از نظر ساختاری و شکل ظاهری تغییر میده و کاری تقریبا شبیه فیلتر قبلی که همون کلوتس بود انجام میده. توی این ویدیو برای آشنایی با کاربردهای این فیلتر و فیلترهای دیگه با این فیلتر میخوام یک شکل آب رو ایجاد کنم. من یک صفحه مشکی ایجاد کردم که این صفحه مشکی رو به شکل آب در بیارم. این کار رو میخوام با کمک این فیلتر و استفاده چند فیلتر دیگه انجام بدم که قبلا با اون فیلترها آشنا شدیم. با این مثال ما با کاربرد ترکیبی فیلترها آشنا میشیم. به کادر لیرها میام، روی علامت قفل بک‌گراند کلیک میکنم تا به یک لایه تبدیل شه. به منیو بار میام و فیلتر رو انتخاب میکنم و بعد از رندر دیفرنس کلوتس رو انتخاب میکنم. بعد از انتخاب اون دوباره به منیو بار میام و فیلتر بعدی رو انتخاب میکنم که بلور هست. از بلور ریدیال بلور رو انتخاب میکنم. اون رو روی حالت اسپی میذارم و کوالیتی رو روی بست میذارم. مقدار اماونت هم اینجا بالا میبرم و حدودهای عدد 38 میذارم. اوکی میکنم تا این فیلتر اعمال شه. بعد از اون دوباره به منیو بار میرم. از فیلتر از قسمت بلورها این بار گاسیان بلور رو انتخاب میکنم و ردیوس 2 رو به اون میدم. اوکی میکنم تا این فیلتر هم اعمال شه. فیلتر بعدی که میخوام اعمال کنم از فیلتر گالریا استفاده میکنم. از منیو بار فیلتر رو انتخاب میکنم و بعد فیلتر گالری رو انتخاب میکنم. از قسمت اسکیچ ها بس ریلیف رو انتخاب میکنم. مقادیر دیتیل و اسموس رو روی عدد 13 میذارم باشه و لایت هم روی باتون میذارم باشه. یک فیلتر دیگه میخوام توی این قسمت اعمال کنم. برای این کار یک لایه دیگه اینجا بهش میدم. از پایین کادر لیرها نیو افکت لیر رو انتخاب میکنم و بعد از همین قسمت اسکیچ فیلتر کروم رو انتخاب میکنم. دیتیل این فیلتر رو روی عدد 5 میذارم و اسموس هم روی عدد 2 میذارم تا کیفیت بهتری به کارمون بده. بعد از این کار اوکی میکنم تا تصویرم به این شکل در بیاد.
از منیو بار ویندوز رو انتخاب میکنم و بعد اجاسمنت ها رو انتخاب میکنم. از پایین کادر لیر ها اجاسمنت هیو ساتوریشن رو انتخاب میکنم. یا به جای انتخاب اون از این قسمت با کلیت های ترکیبی کنترل یو این اجاسمنت رو فعال میکنم و تیک کلورایز رو فعال میکنم تا بتونم مقادیر رنگی زیادی رو بهش بدم. مقدار هیو رو روی 180 میذارم که توی توناژ رنگ آبی قرار داره و مقدار ساتوریشن رو روی عدد 34 میذارم تا یک سبزابی روشنی داشته باشیم. تا اینجا شکل آبی که میخواستم تشکیل شده، ولی اگه من بخوام یک لایه آبی تر روی این کار بدم، باید یک لایه جدید رو ایجاد کنم که این رنگ آب به رنگ آبی کشیده شه. از پایین کادر لیرها Create New Layer رو انتخاب میکنم. دوتا لایه‌ای که داشتیم رو خاموش میکنم و بعد رنگ فورگراند رو از تولز بار انتخاب میکنم. یک رنگ آبی رو به اون میدم، سنگ همچین رنگ آبی رو، و اوکی میکنم. از تولز بار گریدینت تول رو انتخاب میکنم یا از حرف جی استفاده میکنم تا فعال شه. یک گردینت به این لایه میدم و دوتا لایه ای که خاموش کردم رو روشن میکنم. اوپاسیتی این لایه رو پایین میارم تا به این شکل رنگ کار من در بیاد. اگر من این لایه رو خاموش روشن کنم، رنگ قبل و بعد رو بهتر میبینیم. در این ویدیو با دو بخش از فیلتر پرکاربرد رندر آشنا شدیم و تونستیم با کلاس آسمون رو مهالو و رنگ اون رو مقداری تغییر بدیم و حاله از رنگ به اون بدیم و همچنین تونستیم با دیفرنس کلاس و ترکیبی از فیلترها با نحوه ایجاد شکل آب آشنا بشیم تا بهتر با ترکیب و کاربرد این فیلترها آشنا بشیم.